دوست مشترک ما، نوشته چارلز دیکنز، ترجمه عبدالحسین شریفیان، قسمت 56. اوژن تکیه زنان دست بر سینه نهاده، در حالی که چشم بسته سیگار میکشید و آهسته تو دماغی حرف میزد گفت: پس احمق‌ها در مورد انرژی حرف میزنند. اگر در فرهنگ لغات از الف تا یا کلمه‌ای بتوان یافت که من از آن نفرت داشته باشم، همان کلمه انرژی است. چه اوهام و تصورات قراردادی و چه سخنان توتیواری است، چه شیطانی! آیا درست است که من در خیابان بدوم و یقه اولین مردی را که ثروتمند به نظر میرسد بگیرم و او را تکان بدهم و بگویم: ای سگ پس فطرت، همین حالا برو و از قانون بخواه مرا به زندان بیاندازند و الا تو را میکشم؟ با همه این حرفها به این کار میگویند انرژی. من هم دقیقاً همین عقیده را دارم اوژن، اما فرصت خوب به من بدهید، چیزی به من نشان دهید که واقعاً ارزش انرژی داشته باشد تا به شما بگویم انرژی چیست. اوژن گفت: من هم همینطور. درست همینطور. و در همین شب بود که 1000 جوان دیگری که در محدوده دایره پخش اداره پست لندن بودند و همین سخنان امید بخش را بر زبان می‌راندند. چرخ‌ها چرخیدند و از کنار ما گذشتند و همینطور از کنار راتکلیف و راسرهایت و از کنار انبوه زباله‌های انسانی که گویی از زمین‌های بلندتر رویده و سرازیر شده بودند، که به زباله‌ها و آشغال‌های اخلاقی دیگر بی‌شباهت نبودند و اکنون به سبب سنگینی و وزن زیاد در ساحل رودخانه مدفون شده بودند. در میان و بیرون کشتی‌هایی که به نظر می‌رسید در ساحل به گل زدند و خانه‌هایی که به نظر شناور می‌آمدند، سینه‌های پیش آمده کشتی‌ها که به پنجره‌های خانه‌ها زل زده بودند و پنجره‌هایی که به کشتی‌ها می‌نگریستند، چرخ‌ها غلتیدند تا سرانجام در گوشه تاریک که آب رودخانه آن را می‌شست و نه چیز دیگر ایستادند، جایی که پسر پایین آمد و در را باز کرد. بقیه راه را باید پیاده بیایید قربان، زیاد دور نیست. به صیغه مفرد سخن می گفت، عین نحوه گفتار استثنایی اوژن. مورتایمر که روی سنگ‌ها و آشغال‌های کنار ساحل راه می رفت، زمانی که پسر با چرخشی تند به گوشه‌ای پیچید گفت: عجب جای پرت و کاملا دور افتاده است. پدرم آنجاست قربان، آنجا که چراغ روشن است. ساختمانی کوچک نشان میداد که زمانی آسیاب بوده است. جلوی خانه را مقداری تکه چوب پوسیده پوشانده بود که معلوم مینمود پره‌های بادی همانجا بودند، ولی روی هم رفته تمامی خانه در دل شب مبهم دیده میشد. پسر کلون در را کشید و همگی بیدرنگ به اتاق سقف کوتاه دایره‌ای وارد شدند که در آن مردی جلوی آتش ایستاده بود و به شعله‌های آن زل زده بود و دختری نیز نشسته و سرگرم سوزنکاری بود. آتش در یک منقل زنگ زده‌ای که درون اجاق جای نگرفته بود شعله‌ور بود و چراغی که به پیاز سنبل شبیه بود روی گردن یک بطری سنگی روی میز میسوخت و دود میکرد. در آنجا تخت کشتی یا لاکر کشتی در گوشه‌ای به چشم میخورد و در گوشه دیگر پله چوبین به بالا کشیده شده بود که آنقدر لق و تق و شیبدار و عمودی بود که از نردبان اندکی بهتر مینمود. 2 یا 3 پارو به دیوار تکیه شده بود و در کنار دیوار دیگر کمد لباسی کوچک بود با مقداری لوازم و ظروف چینی و سفالین و ظروف غذاپزی که در آن به چشم می‌خورد. بام خانه گچی نبود، ولی از مصالح نوع اتاق بالایی پوشیده شده بود. قدیمی و کهنه بود، کج و کوله بود، درز داشت و تیرهای سقف آن پدیدار بود که این خود اتاق را بسیار کوتاه به نظر می آورد. روی بام، دیوارها، کف اتاق را غبار کهنه‌ای پوشانده بود و رطوبت و نمزدگی هم شکل فناپذیری به خانه داده بود. آقا، پدر، مردی که روبروی سرخی آتش ایستاده بود، سر ژولیده مویش را برگرداند و مثل پرنده شکاری نگاه کرد. شما جناب آقای مورتایمر لایتوود هستید، درست میگویم قربان؟ مورتایمر گفت اسم من مورتایمر لایتوود است و بعد در حالی که سرش را به سوی خوابگاه تکان میداد پرسید چیزی را که پیدا کرده اید آنجاست؟ اونجا که نیست، اما همین نزدیکی هاست. کار من عیب و نقصی نداره. من ماجرا را به اطلاع پلیس رساندم و جسد پیش آنهاست. از نظر من هیچ فرصتی از دست نرفته است. پلیس هم داده اعلامیه چاپ کردند و نسخه از اعلامیه هم اینجاست. وی بطری را که چراغ بر آن استوار شده بود برداشت و آن را کنار دیوار و روبروی کاغذی گرفت که اعلامیه پلیس به این گونه روی آن چاپ شده بود: جسدی پیدا شده است. هر دو دوست آن اعلامیه را که بر دیوار بود خواندند و گافر هم که چراغ را گرفته بود همه را خواند. لایتوود که سر را از خواندن آن یادداشت برگرفته بود گفت مثل اینکه از این آدم بدبخت و بینوا فقط مشتی کاغذ به جا مانده است. فقط کاغذ. در این لحظه دختر با وسایل کارش از جای برخاست و از خانه بیرون رفت. مورتایمر در ادامه سخن گفت پول نداشت، فقط در یکی از جیبهایش 3 پنس بود. گافر هگزم مثل اینکه 3 جمله جداگانه بگوید گفت 3 پنی، سکه. جیب‌های شلوار همه خالی و آسترهایشان برگردانده شده بود. گافر هگزم سر تکان داد. این که کاملا عادی است. من نمیتوانم بگویم که جریان آب سبب این کار شده یا نه. بفرمایید اینجا. چراغ را به کنار اعلامیه دیگری برد. جیب‌های این مرد خالی بودند و آسترها همه بیرون کشیده. حالا اینجا. چراغ را به کنار اعلامیه دیگری برد. جیب‌های این زن همه خالی بودند و آسترها درآورده شده. این یکی هم همینطور. آن یکی هم همینطور. من نه سواد خواندن دارم و نه علاقه‌ای به آموختن آن. تنها از روی اثرشان که روی دیوار گذاشته شده میفهمم. این یکی جاشو بود با 2 لنگر و 1 پرچم و 3 حرف ج ف ت روی بازویش. نگاه کنید ببینید دارد یا نه. درست است. زن جوانی است که پوتین‌های خاکستری به پا داشت و 1 صلیب روی لباسش نقش بسته بود. نگاه کنید ببینید درست میگویم یا نه. کاملا درست است. خودش است. زیر چشمش بدجوری دریده شده. این هم عکس آن 2 تا خواهر جوانی است که کسی آنها را با 1 تکه دستمال به هم بسته بود. آن هم عکس همان آقایی که مست بود. دمپایی به پا داشت و 1 شب کلاه سرش بود که البته بعدها معلوم شد شرط بسته بود در برابر 1 بطری رام که قبلا بهش داده بودند بپرد توی آب. در تمام عمرش برای اولین و آخرین بار به قولی که داده بود وفا کرده بود. نگاه کنید، 1 عالم کاغذ سر تا سر اتاق را پوشانده. من همهشان را می شناسم. من هم 1 پا پروفسور هستم. چراغ را در برابر همهشان گرفت. انگار که میخواست نور دانایی و روشن فکریش را به رخ بکشد. بعد چراغ را روی میز گذاشت و خود پشت آن ایستاد و با دقت به مهمانانش نگاه کرد. در این مرد وقتی گره در ابروان میانداخت و موهایش سیخ میایستادند، گونه‌ای کنجکاوی پرنده شکاری به چشم میخورد. اوژن پرسید: اینها را که شما پیدا نکرده اید، بله؟ در جواب این سوال مرغ شکاری گفت: ممکن است بفرمایید اسم شما چیست؟ مورتایمر لایتوود وارد صحبت شد و گفت: ایشان دوست من هستند، آقای اوژن ریبرن. گفتید آقای اوژن ریبرن؟ راستی آقای اوژن ریبرن از من چه پرسیدند؟ من فقط این را پرسیدم: همه اشان را شما پیدا کرده اید؟ من هم فقط جواب می دهم بیشترشان را. به نظر شما تجاوز و دزدی علت اصلی این رویدادها بوده است یا نه؟ گافر در پاسخ گفت: من از این چیزها اصلا سررشته‌ای ندارم. من از آن آدمهایی نیستم که اهل حدس و گمان باشم. اگر شما هم ناچار بودید که معاش زندگی روزانه تان را از دل آب بیرون بکشید، فرصت حدس و گمان پیدا نمی کردید. اجازه می دهید در را باز کنم؟ وقتی در را باز کرد، در پی تکان خوردن سر لایتوود، آدم فوق‌العاده رنگ پریده و آشفته و پریشان حال در آستانه در پدیدار شد. چهره مرد سخت مضطرب شده بود. گافر هگزم با دیدن وی بر جای خوش شد و پرسید: کسی گم شده؟ یا جسدی پیدا شده؟ کدام؟ مرد با دست پاچگی و علاقه گفت: من گم شدم. گم شده ای؟ من غریبم و راه را هم بلد نیستم. من میخواهم آنجایی که این نشانه ها را اینجا چاپ کرده است پیدا کنم. شاید او را بشناسم. به نفس افتاده بود و به سختی سخن میگفت، ولی یک نسخه از اعلامیه را که تازه روی دیوار چسبانده بودند و هنوز تر بود نشان داد. شاید تازگی آن یا شاید دقت نظر گافر روی شکل و ظاهر آن اعلامیه کمک کرد که وی بیدرنگ نتیجه گیری کند. این آقای لایتوود اهل کارند. آقای لایتوود؟ در یک لحظه مورتایمر و آن غریبه روبروی یکدیگر ایستادند. هیچ کدام یکدیگر را نمی شناختند. مورتایمر که با اعتماد به نفس کامل سکوت را می شکست گفت: متشکرم قربان. مثل اینکه این افتخار را به من دادید که اسم مرا بر زبان آورید. من از این مرد یاد گرفتم. شما گفتید که در لندن غریب هستید؟ یک غریب تمام عیار. شما دنبال آقای هارمون می گردید؟ نه. پس گمان می کنم می توانم به شما اطمینان دهم که بیهوده می گردید و چیزی که از پیدا کردن آن ترس دارید هرگز نخواهید یافت. با ما می آیید؟ با پیچیدن در چند کوچه پر از گل و لای که مد اخیر رودخانه به آنجا آورده بود، به در روزن مانند و چراغ کلانتری رسیدند و در آنجا افسر کشیک شب را پیدا کردند که با قلم و دوات و خطکش در اتاق نشسته بود که دیوارهایش سفید بود و چنان قیافه موقری به خود گرفته بود که انگار در صومعه‌ای بر بالای کوه قرار دارد و سر و صدا و نعره‌های یک زن مست را که با مشت‌هایش بر در سلول واقع در حیات پشتی می‌کوبید اصلاً نمی‌شنید. این مرد با همان حالت انزواگونه و سکوتی که ویژه مطالعه کردن است، از روی کتابی که در دست داشت برای گافر سری حاکی از شناسایی آمیخته با بدگمانی و عدم اعتماد تکان داد که به طور ضمنی حاکی از این بود که آها، ما شما را خوب میشناسیم. بالاخره یک روز خودت را لو میدهی و میشناسانی. و بعد با آقای مورتایمر لایتوود و دو دوستانش اطلاع داد که به همین زودی در خدمت اوامرشان خواهد بود. بعد همان کتابی را که داشت، شاید کتاب دعا بوده است، با یک ادا و اطفاری که کاملا عادی و قراردادی می نمود و بی آنکه به داد و هوار آن زن که با شدت هرچه بیشتر به در می کوبید و با شدتی که از یک زن بعید می نمود نعره می کشید کوچکترین توجهی نشان دهد، آن را بست و کناری نهاد.